در این شماره از بسته اخبار بین الملل ایسنا خبرهایی از بازگشت برخی معافیت‌های تحریمی ایران توسط آمریکا، تازه‌ترین تحولات درباره مناقشه مرزی اوکراین، سکوت داعش پس از اعلام خبر کشته شدن سرکرده این گروه و چند خبر دیگر را مرور می‌کنیم. آخرین اخبار کووید 19 در جهان. تا بعد از ظهر شنبه 16 بهمن، شمار مبتلین کرونا در جهان از مرز 392 میلیون نفر عبور کرد. تعداد فوتی‌ها به 5,747,000 نفر نزدیک شد و تاکنون حدود 310,800,000 نفر نیز از این بیماری بهبود یافتند. در آمریکای جنوبی، برزیل با شرایط وخیمی روبروست و روز جمعه بیشترین مبتلین روزانه خود از ابتدای همه‌گیری را شناسایی کرد. در حالی که روند شناسایی مبتلین جدید در ایتالیا، اسپانیا، انگلستان و فرانسه کاهش یافته، آلمان روز جمعه بیشترین مبتلین جدید خود از ابتدای شیوع کرونا را شناسایی کرد. در سوی دیگر جهان، هند با وجود کاهش مبتلین جدید در روزهای اخیر بیش از 1,000 فوتی کرونا را در هر روز ثبت کرده است. اندونزی هم که توانسته بود به شکل قابل توجهی موج دلتا را مهار کند، اکنون با افزایش شدید مبتلایان روبروست. همچنین تعداد مبتلایان روزانه ژاپن برای نخستین بار از مرز 100,000 نفر عبور کرد و مقامات بهداشت کره جنوبی هم از شناسایی بیشترین مبتلایان روزانه این کشور در روز جمعه خبر دادند. بازگشت برخی معافیت‌های تحریمی ایران توسط آمریکا. همزمان با مراحل پایینه مذاکرات احیای برجام، دولت آمریکا از بازگشت برخی معافیت‌های تحریمی ایران خبر داد. آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، روز جمعه سند این معافیت‌ها را که شامل برخی معافیت‌های هسته‌ای ایران می‌شود، امضا کرد. با اعلام این معافیت‌ها، کشورها و شرکت‌های خارجی از جمله روسیه، چین و کشورهای اروپایی که در برنامه هسته‌ای ایران همکاری می‌کردند، دیگر شامل تحریم نخواهند شد. دونالد ترامپ در ماه می 2020 و در راستای اعمال فشار حداکثری بر ایران این معافیت‌ها را لغو کرده بود. تازه‌ترین تحولات درباره مناقشه مرزی اوکراین. در ادامه تحولات اوکراین، نخستین یگان نیروهای آمریکایی برای تقویت نیروهای ناتو وارد آلمان شد. 1700 چتربازی آمریکایی نیز قرار است به لهستان اعزام شوند و نیروهای آمریکایی حاضر در آلمان به پشتیبانی از آنها خواهند پرداخت. وزارت دفاع لهستان هم از ورود تجهیزات نظامی آمریکا به این کشور خبر داد. تجهیزاتی که برای تقویت مرزهای شرقی ناتو در برابر حمله احتمالی روسیه به اوکراین استفاده خواهد شد. آمریکا روسیه را متهم کرده که در حال برنامه‌ریزی یک حمله ساختگی است تا تهاجم به اوکراین را آغاز کند، اتهامی که از سوی روسیه رد شده است. از سوی دیگر، رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه که نقش میانجی میان روسیه و اوکراین را ایفا می‌کند و هم‌اکنون در اوکراین حضور دارد، کشورهای غربی را به وخیم‌تر کردن تنش میان مسکو و کیف متهم کرده است. روسیه طی هفته‌های اخیر بیش از 100,000 سرباز و تسلیحات سنگین در مرز خود با اوکراین مستقر کرده، اما مقامات کرملین می‌گویند قصد حمله به این کشور را ندارند. سکوت داعش پس از خبر کشته شدن سرکرده این گروه. با گذشت چند روز از اعلام خبر کشته شدن ابو ابراهیم الهاشمی القرشی رهبر داعش، این گروه تروریستی به این موضوع واکنشی نشان نداده است. روز پنجشنبه جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، اعلام کرد در جریان حمله ضد تروریستی این کشور در شمال غرب سوریه در روز چهارشنبه، رهبر داعش کشته شده است. طبق گزارش‌ها، زمانی که نیروهای آمریکایی در حال نزدیک شدن به محل سکونت رهبر داعش بودند، او خود را منفجر کرده است. در این عملیات همچنین کشته شدن 13 نفر از جمله 6 کودک تایید شده است. این عملیات بزرگترین عملیات ضد تروریستی آمریکا در سوریه پس از سال 2019 است. آمریکا در سال 2019 عملیاتی در سوریه، ابوبکر بغدادی رهبر داعش را به هلاکت رسانده بود. داعش معمولاً ارائه اطلاعات درباره عملیات‌هایی که رهبران ارشد این گروه را هدف قرار می‌دهد تا زمان آماده کردن وضعیت داخلی خود به تأخیر می‌اندازد. درخواست از کره شمالی برای بازگشت به گفتگوها. آمریکا به همراه ژاپن و تعدادی از اعضای شورای امنیت سازمان ملل در بیانیه‌ای مشترک از کره شمالی خواستند به گفتگوهای بدون پیش شرط درباره آزمایشات موشکی خود بازگردد. این بیانیه به دنبال پرتاب یک موشک بالستیک میانبرد توسط کره شمالی در روزهای اخیر صادر شده است. پرتاب این موشک میانبرد که ناقض قطعنامه‌های سازمان ملل است، بزرگترین آزمایش موشکی کره شمالی از سال 2017 به حساب می‌آید. آمریکا و متحدانش ضمن محکومیت این آزمایش‌ها در تلاشند پیونگ یانگ را به میز مذاکرات بازگردانند.
استعفای 5 مشاور نخست وزیر انگلستان. به دنبال حواشی مهمانی‌های مقر نخست وزیری انگلستان در دوران همه‌گیری کرونا، 5 نفر از مشاوران نزدیک بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا از سمت خود کناره‌گیری کردند. کارشناسان سیاسی استعفای مشاوران جانسون را آغازی بر پایان دوران نخست وزیری او و فروپاشی دولتش می‌دانند. دفتر نخست وزیری انگلستان در زمان همه‌گیری کرونا در این کشور در سال 2020، یعنی زمانی که قرنطینه‌های سختگیرانه در سراسر انگلستان اجرا می‌شد، اقدام به برگزاری مهمانی کرد و افشای این مسئله باعث افزایش درخواست‌ها برای استعفای بوریس جانسون شده است.